اتفاق خوبی که توی این اوضاع خراب گردشگری ایران افتاده اینه که یکی از روستاهای ایران برای اولین بار توی لیست بهترین دهکده های گردشگری جهانی توی سازمان جهانی گردشگری ثبت شده. که خب روستای کندوانه که این روزا خیلی دارن روش هم صحبت میکنن، یه روستای صخره ای شکل که قدمت صخره های قندیلیش تقریبا به 6000 سال پیش میرسه که خب همون میدونیم از گدازه های کوه سهند که توی دامنه سهند هم قرار داره. روایت میشه که به خاطر پناه گرفتن مردم اون منطقه توی کوه ها توی این صخره ها به خاطر در امان بودن از حمله قوم مغول بوده که رفتن بالا کندن کوه و بهش تو اونجا پناه گرفتن. و یه چیز جالبی که اینجا وجود داره اینه که دقیقاً نزدیک 2 کیلومتری خود روستای کندوان یه روستای متروکه دیگه به اسم هیلهور قرار داره که اون دستکنده ولی دقیقاً زیر زمین قرار گرفته. و خب مردم کندوان یه رسم داشتن که وقتی که میخواستن ازدواج کنن حتما باید خانواده داماد توی یکی از این صخره‌ها برای عروسومات خونه میکندن. بعد اون وقت اونا راضی میشدن که اینا با هم ازدواج کنن. کل دنیا 3 تا روستای صخره‌ای وجود داره. یکیش کاپادوکیا توی ترکیه است، کندوان داخل توی ایرانه که خیلی هم شبیه همن، و یکی هم داکوتا توی آمریکاست که کاپادوکیا و داکوتا کاملا به یک مقصد گردشگری تبدیل شدن. ولی و چیزی که کندوان مستثنا میکنه از اونها اینه که توی کندوان زندگی در جریانه و حدود 117 خانوار شاید بیشتر، حالا یکم کمتر یا بیشتر دارن توی زندگی میکنن. من اگر بخوام پیشنهاد بکنم کندوان برین، برعکس تمام کسایی که میگن توی تیر مرداد برین، یه زمانی برین که خلوت باشه، مثلا اوایل مهر آخرهای شهریور و بارون میاد، هوا سرده، پس سنسو مطمئنا قشنگتره چون برف داره. البته باید خیلی اهل لذت بردن از سرما باشید. مرسی.